تکنیک ها و نکته های دیگر به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد در این بخش تکنیک ها و نکته های دیگری رو بیان میکنیم. کنیم البته ممکنه در خلال بخش های مختلف به اونا اشاره شده باشه اما در این بخش برای تاکید بیشتر مروری بر اونا خواهیم داشت انگلیسی فرار است یکی از باورها و ذهنیت که در طیف عمومی جامعه و به خصوص کسانی که دست کم برای یک بار یادگیری انگلیسی رو تجربه کردن وجود داره اینه که انگلیسی فراره و سریع فراموش میشه اما شاید تا به حال کم ترکزی به این موضوع توجه کرده که دلیل اینکه انگلیسی فراره و سریع فراموش میشه چیه یکی از دلایل اصلی که انگلیسی سری فراموش میشه و به اصطلاح فراره عدم استفاده زبان آموزان و اشخاص از تکنیک ها و روش های مؤثر فراگیریه این نکته به جای خود بسیار مهم و قابل توجهه. پیروی از تکنیک های بیان شده باعث میشه که انگلیسی رو یا زبان مورد نظرتون رو بسیار ماندگارتر و تر یاد بگیرید و در دراز مدت از ذهنتون خارج نشه. اما در اینجا ما میخوایم عوامل دیگه رو بیان کنیم. یکی دیگه از دلایل اصلی این که انگلیسی فراره اینه که زبان آموزان بعد از گذروندن یک دوره کلاس و یا بعد از یک مدت زمانی که مطالعه زبان داشتن اون رو به طور کلی کنار میگذارن و دیگه تمرینی در مورد اون ندارن و استفاده ای از اون مطالب و دانسته ها نمی کنن. فرار بودن مطالب فقط منحصر به زبان نمیشه فراموشکاری یکی از ویژگی های انسانه و طبیعتا اگر بعد دانسته هاش تمرین و مرور نداشته باشه اونا رو فراموش میکنه و رفته رفته مطالب در ذهن کم خواهد شد چه بسا بسیاری از دانسته های دیگه که در اثر نداشتن مرور و تکرار از ذهنمون پاک میشن بیشک فراموش کردن مطالب برای خود شما نیز اتفاق افتاده اگه به گذشته برگردید و نگاهی به دروسی که در مقاطع مختلف درسی خود داشتید بیاندازید این مطلب رو تایید خواهید کرد شاید بعضی از درساتون باشن که فقط نامی از اونها تو ذهنتون باقی مونده و یا بعضی از دروس و مطالب دیگه که تنها مفهوم کلی اونها رو به خاطر دارید یکی دیگه از دلایلی که میشه برای فرار بودن زبان برشمرد محیط اطراف ماست محیط اطراف ما شامل خانواده دوستان محل کار جامعه رسانه ها و غیره و غیره میشه از اونجایی که کاربرد انگلیسی در محیط اطراف ما بسیار کمتر از فارسیه و به طور کلی مقدار ناچیزی رو شامل میشه به ناچار از دانسته هایی که به هر نحوی در خصوص انگلیسی کسب میکنیم اونطور که باید و شاید نمیتونیم استفاده کنیم و تمرین و مرور مطالب و دانسته ها به میزان چشمگیری کاهش پیدا میکنه پس لازمه که کمی تغییر در شیوه زندگیمون ایجاد کنیم و انگلیسی رو به زندگیمون بیاریم تغییر کمی در شیوه زندگی تکنیک که تا کنون در بخش های مختلف گفته شده تا حدودی شما رو بر خواهد داشت که کمی زندگی خودتون رو تغییر بدید با این وجود در اینجا نیز کمی بیشتر به این موضوع میپردازیم که حق مطلب ادا بشه همانطور که در بخش قبلی در مورد فرار بودن انگلیسی صحبت شد یکی از عواملی که باعث فراموش شدن مطالب میشه محیطیه که در اون زندگی میکنیم پس سعی کنید که با کمی تغییر در محیط اطرافتون باعث شید که مطالب براتون مرور بشه و مجبور باشید که برای استفاده از مطالب در محیط جدید به وجود اومده کمی بیشتر به فراگیری مطالب بپردازید از اونجایی که شما به اهداف بزرگی تو زندگی خودتون فکر میکنید لازمه که برای رسیدن به اون اهداف کمی در روش زندگی که قبلا داشتید تغییر اعمال کنید و کمی برنامه روزانه خودتون رو تغییر بدید به جای صرف وقت خود در کارهای بیهوده‌ای که زمانهای زیادی رو از شما میگرفت و در نهایت هم چیز مفیدی آیدتون نمیشد تمرین زبان کنید تمرین از هر نوعی که مایل هستید بخونید بنویسید صحبت کنید گوش کنید فرقی نداره فقط سعی کنید که تغییرات مفید در زندگی شما به وجود بیاد میتونید دوستان جدیدی پیدا کنید که از شما در انگلیسی بهترند و از اونا بخواید که اشکالات شما رو رفع کنند و یا اینکه مدت زمانی رو تعیین کنید و به مکالمه با دوستان جدیدتون به انگلیسی بپردازید به جای استفاده تجملاتی و تنها پاسخ دادن تماس های تلفنی از موبایل خودتون برای گوش کردن و تمرین یک مطلب استفاده کنید همینطور از دستگاه پخش مولتی خودتون و یا mp 3 پلیر خودتون نیز میتونید استفاده کنید امروزه عصر ارتباطات با استفاده از اینترنت میتونید دوستان انگلیسی زبان پیدا کنید و یا دوستانی که اگرچه انگلیسی زبان نیستن اما از شما جلوترن و در کشورهای انگلیسی زبان زندگی می‌کنند، میتونید از اونا کمک بخواید که اشتباهات تلفظی شما را اصلاح کنند و یا اشتباهات نوشتاری شما به شما یادآوری کنند اگر قبلا از ماهواره به عنوان یک ابزار وقت پرکن و تفریحی استفاده می از این به بعد روی اون به عنوان ابزار آموزشی حساب باز کنید و در جهت فراگیری زبان ابزار رو به خدمت در بیارید البته مراقب این باشید که خودتون بازیچه ابزار نشید و زمان خودتون رو بیهوده تلف نکنید ضبط کردن تنها ده دقیقه از اخبار و یا یک فیلم انگلیسی زبان که از ماهواره پخش میشه و تمرین اون و استمرار و تکرار این کار تا چه حد بسیار خوبی میتونه شما رو جلو ببره از اینترنت هم میتونید در جهت فراگیری و پیشرفت خودتون استفاده کنید. اینترنت منبعی فوق‌العاده و بی‌پایان از مطالبه که میتونه به کمک شما بیاد. از منابع خوندنی گرفته تا منابع شنیداری و نوشتاری. البته همونطور که میدونید لزومی نداره که وقت خودتون رو پای اینترنت از دست بدید. پیدا کردن و دانلود کردن یا چاپ مطالب زمان زیادی رو نخواهد برد. از طرفی لازم نیست که مثل اکثر هموطنانمون دانلود کننده خوبی باشید مطالب رو کم کم بگیرید اما همون مطالب رو خوب فرا بگیرید کم کم اما همیشه تکنیک آهسته و کم اما پیوسته که خاطرتون هست تکنولوژی و ابزار امروزی بسیار فراگیری زبان رو آسان کرده کافیه که از ابزار و تکنولوژی استفاده کنید و اون رو به اختیار و خدمت خودتون در بیارید تا چند سال پیش که تکنولوژی به این حد پیشرفت نکرده بود منابع بسیار محدود بودند و زبان آموزان برای دستیابی به یک منبع به ناچار بایستی متحمل هزینه های زیادی می شدند بی کیفیت بودن منابع از طرفی و سختی استفاده از ابزار اون زمان از طرف دیگه فرایند یادگیری رو به کندی و به سختی ممکن می استفاده از محیط پیرامون با وجود اینکه ما در کشور انگلیسی زبان زندگی نمی کنیم، اما محیط اطراف ما مملو از مطالب انگلیسیه که میتونیم هوشمندانه از اونها در جد پیشرفت خودمون استفاده کنیم از لغات و جملات گرفته تا اختصارات انگلیسی که تاکنون بارها به چشم ما خوردن و ما بی تفاوت و بی توجه از کنار اونا رد شدیم کمی کنجکاو باشید همینطور که کمی تغییر در زندگی خودتون ایجاد میکنید کمی کنجکاوتر از قبل باشید به محیط اطرافتون کجکاف باشید از کرار و لغات و جملات و اختصارات انگلیسی که در محیط اطراف خودتون میبینید بی تفاوت نگذرید از اختصارات روی ماشین ها ابزار و وسایل گرفته تا لغات استفاده شده در تابلوهای شرکت ها و بیلبردهای های تبلیغاتی و لباس ها و هزاران مطالبی که تاکنون به اونا توجه نمی کردید اما از این بعد به گونه دیگر از اونها برای بالا بردن سطح دانش و آگاهی خودتون استفاده کنید کمی بیشتر و هوشمندانه‌تر و کنجکاو به دنیای اطراف خودتون نگاه کنید معنی و مفهوم چیزهایی که در اطرافتون هست رو به انگلیسی پیدا کنید و با اونها جمله بسازید از جمله های ساده شروع کنید اشکالی نداره که جمله ها ساده به مرور جملات بهتر و سلیسری میسازید استفاده از محیط پیرامون از اونجایی که هر روز با اون سر و کار دارید و از جلوی چشمان شما و ذهن شما در گذره باعث میشه که مطالب آموخته شده و استفاده شده از اون به صورت خداگاه و ناخداگاه برای شما تکرار بشه و پروسه فراگیری عمیق رو انجام بده البته توجه داشته باشید که در کنار این مرور گاهی هم خودتون رو محک بزنید که تا چه حدی به مطالبی که آموخته بودید و تمرین کرده بودید اشراف پیدا کردید کمی تغییر و کمی کنجکاوی نتیجه بسیار عالی و مثبت خواهد داشت کافیه که امتحان کنید یک نکته در محیط اطراف و تاثیر اون بر روی مطالعه کنندگان اینکه یکی از فاکتورهای آزاردهنده در بعضی از افراد در حین مطالعه صدا و شلوغی محیطه بد نیست که خودتون رو تمرین بدید که در مواقع مطالعه و تمرین شلوغی و محیط اطرافتون رو نادیده بگیرید و ششتانگ حواستون رو صرف موضوع مورد مطالعتون بکنید با کمی تمرین نادیده گرفتن محیط این انعطاف پذیری رو در خودتون ایجاد خواهید کرد که در محیط های پر سر و صدا به راحتی به مطالعه خودتون مشغول باشید و چیزی مزاحم شما نخواهد شد مدرک زبان انگلیسی یکی از دلایلی که بعضی از زبان آموزان ناآگاه برای رفتن به کلاس های زبان دارن اخذ مدرک انگلیسی از فلان مؤسس است. با این تفکر بزرگترین ستم رو در حق خود انرژی و پول و وقت خودشون کردن. همونطوری که قبلا گفتیم به دست آوردن یک مدرک اصلا انگیزه ساز نیست. از اون گذشته حداقل در کشور خودمون یه نفر رو پیدا کنید که فلان مدرک از هر نوعی چه مرتبط به انگلیسی یا هر مدرک دیگه ای داشته باشه و اطلاعات و دانش او از اون رشته خاص یا اون مهارت خاص به اندازه همون مدرک گرفته شدهش باشه مدرک تعیین کننده میزان واقعی دانش شما از یک مهارت و یک رشته تحصیلی یا یک رشته تخصصی یا یک زمینه و مهارت نیست البته ممکن مدارک گذراندن دوره های متفاوت برای ارائه ادارات و سازمان ها لازم باشه اما کافی نیست بایستی میزان تسلط خودتون به اون موضوع و مدرکتون و زمینه مورد مطالعتون رو بالا ببرید در ضمن زمانی که شما مسلط بشید به زبان به دست آوردن هر مدرکی حتی معتبرترین مدارک زبان مثل آیلز یا تافل برای شما کاری نخواهد داشت هدف رو هرگز امتحان آزمون یا تست یا به دست آوردن یک مدرک قرار ندید به هدفهای بزرگتری در راه فراگیری زبان فکر بکنید نه به گرفتن ای یک مدرک خصیص نباشید در راه فراگیری زبان بد نیست کمی پول خرج کنید پیروی از تکنیک هایی که گفته شده و تاثیر مثبت موثر اونها در انگیزه شما برای فراگیری به جای خود پول خرج کردن میتونه باعث بالا رفتن انگیزه شما در استفاده از منابع و مطالب و کتابهای خریداری شده توسط شما بشه در لیست هزینه های ماهانه و روزانه شما ممکنه کلی هزینه های بیهوده وجود داشته باشه قسمتی از این هزینه ها رو صرف سرمایه بزاری در فراگیری زبان کنید در این زمینه و اختصاص هزینه در راه فراگیری خصیص نباشید که بدون شک در آینده این نزدیک نتیجه سرمایه خودتون رو خواهید دید صبور بودن و تحمل داشتن همونطوری که قبلا هم گفتیم پروسه فراگیری زبان پروسه زمانبره و تا پایان عمر ادامه پیدا میکنه خیالتون رو راحت بکنید پس نیازی به عجله نیست تکنیک آهسته و پیوسته رو که به یاد دارید صبر و حوصله به خرج بدید و آهسته و پیوسته پیش برید عواقب عجله داشتن رو که ایجاد استرس و پرش از مطالبه در نظر بگیرید همیشه در نظرتون داشته باشید که پروسه فراگیری زبان نیاز به زمان خواهد داشت اگر باید برای یه آزمون خاص در یک محدوده زمانی کوتاه خودتون رو آماده کنید لازمه که میزان ساعات تمرین و مرور روزانهتون رو بالا ببرید با عجله داشتن و مطالعه سرسرکی نتیجه موثری نخواهید گرفت استفاده کاربردی از اونچه میآموزید پیروی از تکنیک های گفته شده روند فراگیری شما را به گونه ای پیش خواهد برد که بتونید های خودتون را به طور عملی و کاربردی به کار بگیرید با این وجود برای تاکید توجه داشته باشید که اونچه میآموزید برای ماندگار شدن در ذهن شما برای مدت طولانی نیاز به استفاده کاربردی دارد سعی کنید که از مطالبی که میخونید در مکالمه های روزمره خودتون استفاده کنید و اونها رو به کار بگیرید همچنین از لغات فرا گرفته شده استفاده کنید در مورد مطالبی که به اونا گوش میدید نیز این تکنیک قابل استفاده است این مهم نیست که چه میزان حجم اطلاعات در روز تمرین کردید و فرا گرفتید بلکه مهمتر از اون اینه که تمرینات رو همیشه ادامه بدید آهستگی و پیوستگی را رعایت کنید دور شدن از افراد ناامید و معیوس همیشه اطراف ما افرادی هستند که استاد آیه ای از در مورد آموزش زبان هم تعداد این افراد کم نیستند البته این افراد کوله باری بزرگ از تجربیات شکست خورده و ناموفق دارند که با گفتن اونها میتونن انگیزه شما را ضعیف کنند زمانی که با چنین افرادی مواجه شدید شاید بعد نباشه کمی هم ناشنوا باشید البته اگر میتونید بد نیست که اونا رو آگاه کنید و اونا رو راهنمایی کنید و به اونا بگید که به گونه ای دیگر هم میتوان آموخت اما اگر نتیجه نداد و نخواستید که انرژی و زبان خودتون رو صرف این افراد کنید و در رو در قرار داشتید و مجبور بودید به حرف اونا گوش بدید حرفهای اونا رو نادیده بگیرید از این گوش بگیرید و از اون گوش بدر کنید هر شخصی خودش مسئول زندگی خودش و راهی که انتخاب میکنه است استفاده از تکنیک گفته شده در مطالب دیگر و در زبان های دیگر توجه داشته باشید که تکنیک های گفته شده در طول این مجموعه نه تنها در فراگیری زبان انگلیسی موثر و مفید خواهند بود بلکه از این تکنیک ها میتونید در فراگیری هر زبان دیگری غیر از انگلیسی استفاده کنید همچنین با کمی زیرکی با استفاده از تکنیک های مختلف میتونید در فراگیری مطالب تخصصی خودتون نیز استفاده کنید پیروز و شادکام باشید